این مرد از 10 سال به این سو سرگرم صنعت دیگسازی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار است. او میگوید که نبود بازار، بهای بلند و صادر شدن مواد خام دیگسازی به بیرون از کشور از علتهای اصلی از رونق افتادن صنعت دیگسازی در این ولایت است. مدت 10 سال 2 سال میشه یه همسایه من است. من هر وقتی چی باشم میام امروش کار میکنم و کم کم یادم گرفتیم اگر دولت بریم و ایمایه کنه ما را دیگه کنه یک جای کار مساعد کنه یا بازار خوب کنه دیگه کنه ما بریم دکور بریم برای دکان توزیع کنیم دیگه کنیم کار ما را رونق میگیره کار بازار را رونق میگیره. کاروبار فعلا بازار نیست، بدر مشتری نداریم، بازاری سهی نیست، جای بازاریابی نداره، مواد قیمت از فعلا مواد پاکستان میره، دسترسی ما بدر قرار نداره فعلا مواد. مواد شبه که دولت مواد بدر دسترسی ما قرار بده، جای بازاریابی بدر حمایت ما رو بدر که بکنه، کار ما رشد میکنه بدر زیاد میشه. شماری از باشندگان این ولایت از شهروندان کشور میخواهند برای حمایت از صنعتگران به جای تولیدات بیرونی از تولیدات داخلی استفاده کنند. قسمت کیفیتش خیلی خوب است. چندین بار ما از استفاده کردیم، به ما دکوی دیگه خوبتر و بهتر به ما ساختن، تا هنوز ما از استفاده میکنیم. دیگه کیفیتش نسبت به دکوی خارجی خوبتر است و اگر این را اسپانسری کنه دولت این تولیدش بیشتر شود و در بازار و در ولسوالی و در خود مرکز اگر چی کنه تجارت گسترش بده. از دیگاه اینا استفاده میکنیم، دیگاه خوبی میسازند با کیفیت. از اینکه از دیگاه خارجی پول ما با خارج برود و سرمایه وطن در داخل وطن مصرف شود بهترین دیگاه را میسازند. در همین حال مسئولان ریاست صنعت و تجارت تخار از تلاش ها به هدف رسیدگی به مشکلات فرارای صنعتگران دیگسازی سخن میگویند. در ولایت تخار صنعت دیگریزی قبلا زمانهای سابق خوب بیشتر بود، در این اواخر بعد از آمدن امارت اسلامی خوب شده، در بعضی ولسوالی هست اما در ولایت تخار اقلیت قرار دارد و ما در این همکار هستیم که انشاءالله نهادهایی که مؤسساتی که میه ما اینا را با اونا هماهنگ بکنیم. دیگسازی و ظرفسازی از صنعت‌های مهم سنتی و محلی در تخار به شمار می رود که چندین صد سال قدامت دارد، اما بنابر افزایش واردات اجناس خارجی این صنعت رونق چندان ندارد.